سلام دوستان، با آموزش VBA در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل نحوه ورود اطلاعات در جداول اکسل رو گفتیم و گفتیم که چطور میتونیم با جداول اکسل کار بکنیم. خب حالا توی این جلسه میخوایم بگیم چطور اونا رو پاک کنیم. پاک کردن خب به نظر یکم ساده میادش، اما یه نکته کوچیک داره که توی این جلسه بهش اشاره میکنیم. خب اگر بریم توی کدمون، توی قسمت دیتا فکر کنم باشه، درست؟ خب توی اینجا گفتیم که add to list رو داریم و توی این قسمت همین 3-4 تا دونه کدی که اینجا هستش، من delete رو انجام میدم. خب چی کار میکنه؟ اول کد رو با هم یه مرور بکنیم. خب اومدم set کردم تیبلم و گفتم برو توی این شیت و این تیبل رو بذار تو مای تیبل و کل بادی رنجش رو دلیت کن. خب همین، به همین سادگی من اگر این پاک کردن لیست رو بزنم، دیتا has been deleted، دیگه دیتایی اینجا نمیبینیم. خب ولی اگر حالا من یه کدی رو اینجا در می نویسم جداگونه، خب ببخشید توی ماژول بنویسیم. خب توی این ماژول من میخوام الان به اونی که دلیت شده یه دونه اضافه کنم، درسته؟ به این تیبلم یه دونه اضافه کنم. خب یکی از کارهایی که انجام میدم اینی که من کدهایی که قبلا نوشتم استفاده میکنم. این کدیه که واسه add to list من نوشته بودم، درسته؟ کپی میکنم میارم توی این ماژول، پیست میکنم و از این کد میخوام استفاده کنم. خب set my table رو گذاشته بودم. خب فقط یه چیزی رو یادم رفت کپی پیست کنم، اونم اینا بودش، درسته؟ فقط my table رو باید تعریف کنیم قبلش که یه list object هستش. خب توی ماژول 2 این هم میذارم اینجا، دیم مای تیبل مساویه با باشید از لیست آبجکت. خب این الان تعریف شد، مای تیبل اونم که درست تعریف کردم. خب حالا اگر من set new رو نکنم اینجا، درسته؟ و میخوام یه دونه عدد به تیبل هم اضافه کنم، اینا رو همه رو میخوام به صورت کامنت کنم تو اینجا. اگه اینا رو بزنیم همه رو اینجا همه رو کامنت بکنه، اینا از اینا آن کامنت میکنه. من میومدم توی قسمت دیباگ، توی ویو، توی تول بارز، این دیباگم رو اگه دیباگم رو بذارم توی ادیت بودش فکر کنم، آره این قسمت ادیتش هست توی ویو که تول بار ادیتتون اضافه کنین، میتونین راحت به کامنت تبدیل کنین یا آن کامنت کنین. خب این رو همه رو کامنت کردم. اینجا خود کانتش میخوام ببینم چند میده، باید صفر بده اصولا تیبل ریکوردم اینو. اینم میذارم و اینم دیگه کاری ندارم. خب اینم کاری ندارم، فهم میخوام ببینم الان تیبل کانت همو چقدر میده. اینو ران میکنم میده صفر و الان بادی رنج من صفره، یعنی هیچی نداره. و اگه من از این استفاده کنم بگم به اضافه یک کن، یعنی بیا تو سطر یک بذار اینو یک، توی ایندکس یک اینو ران کنم، چی میشه؟ ارور میده. خب ارورش هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میگه آقا من صفر به اضافه یک روی ندارم اونجا. پس این set new رو از اینجا تعبیه شده بود، چون من قبلا این ارور رو زیاد میگرفتم و خیلی هم فکر کردیم روش که آقا چرا من دارم ارور میگیرم وقتی که دارم میگم به روی یک هم اضافه کن، در صورتی که روی یکی وجود نداره. خب الان شاید به سنال یه مقدار
خنده دار بیاد که چرا اینو مطرح میشه، ولی واقعا بهش برخورد شدیم، برخورد کردیم و دیدیم که باید این ست رو قرار بدیم. وقتی که ست رو قرار میدیم میتونه ورود اطلاعات رو انجام بده. خب پس موقع پاک کردن این، مثلا یک رو قرار، موقع پاک کردن این حواستون باشه. حالا میخوام اینو دلیت کنم. گفتم چی؟ گفتم my table dot data body range dot delete. خب اینو انجام بدیم، اینکه هیچی، دلیت میشه دیتا بادی رنج و دوباره صفر شد. حالا این واسه تیبل بود، ریموو کرده بودم. شیت های دیگه هم همینطور. البته سلز رو یه مقدار باید بذارم حالا با هم دیگه هم تا میکنم. خب این از این بودش. بذار این باشه واسه شما اگر خواستین دانلود کنیم و استفاده کنیم به عنوان تمرین. خب اینو آوردم اینجا قرار دادم. من اینو کامنت میکنم که بدونین اینجا خطا میگیره اگر یه چنین کاری رو بکنیم. خب و اینم میارم بالا قبل کات میذارم. خب اول دلیت میکنه، صفر رو باید بهتون نشون بده، ست نکره، بعد ارور میگیرین با از کردن این کامنت ارور پاک میشه. خب فرض کنیم من حالا یه دونم اینجا میخوام اسم رو پاک کنم، میشه توی شیت دیتا ستون دوم سطر سوم، یعنی سطر سوم ستون دوم. خب میگم می‌نویسم سلز سطر سوم ستون دوم، همینجا سلز هم میتونم به کار ببرم. ببینیم میشه دات دات ریموف کنم، دات دلیت رو بزنیم استفاده کنیم، چون منم یادم نمیاد دقیقا چی بوده. خب این ارور میگیرم. خب ارورش هم ببخشید اینجا من چون دلیت کرده بودم، اینو برمیگردم سر جاش که ارور نگیرم روی اون. خب این همین اولش که ارور میگیره این سلز رو متوجه نمیشه. اگر تو خود این شیت مینوشتم سلز رو میفهمید، اما اینجا نمیفهمه. پس من میام میگم شیتزه چند توی یک هم بود دیگه، درسته؟ شیت یک دات سلز دات دلیت، شیت یک هم کدوم چک دیتا اشتباه زد، شیت دیتا شیت دو. خب حالا اینو انجام میدم دیباگ. یه مورد دیگه، وقتی که من دلیت کردم دیتا بادی رنج هم اینجا، الان این ارور واسه این بود من حواسم نبودش، الان هیچ دیتا بادی رنجی نداره با اینکه اینو میبینین این سطر رو، اما این بادیش خالیه. خب بخاطر همین قبل اینکه ریموو کنین من باید یه چیزی بذاریم که این، اگه من اینجا مثلا یک بذارم، تو کد نمیخوام بذارم، وقتی که ریموو شده باشه دوباره چیزی نداره که دلیت کنه و ازش نمیگذره، میگه آقا حالا باید گذشت ازش و به اینجا رسید و شیتز دو سلز سه و دو رو باید دلیت کرده باشه. خب بریم اینجا ببینیم چیکار کرده. دلیت نکرده. خب من آروم آروم استپ با استپ تا قبل این میام. اول وقتی که اینو میزنم تا اینجا ران میشه و اینجا نگه میداره و از اینجا حالا میخوام یه دونه استپ برم، با اینا کاری ندارم اینجا. خب الان شیتز دو توی دیتا سلز سطر سوم ستون دو رو باید ریموف کنه. خب این کارو کرد؟ نه، یعنی هیچ کار نمی کنه، چون دلیت در واقع پاک کردن یک رو رو باید دلیت کنه. حالا اگه من value رو بذارم اینجا dot remove ببینیم میفهمه. بعضی چیزا رو من خودم هم حتی سعی و خطا میرم. خب این نه، یه چنین چیزی رو میگه نداری، باز دوباره برمیدارم. اگر دیگه متوجه نشم چجوری باید چیز کنه امتی میکنم. خب این یعنی اینکه
هیچی نذار اون تو، خب یعنی خالیش کن. فکر کنم شیت هم دارم اشتباه چیز میکنم. فکر کنم شیت هم دارم اشتباه پس بذارم چون سطر سه ستون دو دیگه. من باید اینکه این کار رو مطمئنشم تو همین شیت دارم انجام میدم. شیت سه دو اسمش رو اصلا می نویسم بابا. من توی شیت دیتا درسته شیت همو داشت اشتباه می خواهد. شیت سه شیت دو دوباره امتحان میکنیم چون اینو من مطمئن بودم درست دارم مینویسم. خب حالا پلی میکنیم میتو اکسل. خب درست دارم. پس یه روشش این بود خالی بذار. حالا ببینیم دلیت چی کار میکنه. همیچ باکسی نده. یکی دیگه همونم گفتیم شیت دو دات سلز سل دو دات دیلیت. دیلیت یعنی کلن این سلول رو دیلیت کن او که متوجه نمیشه اینجا. ریموف چطور؟ ریموف هم نمیفهم. دات ولیو دات ریموف چی؟ خب من میخوام بدون اینکه خالی بذارم بگم آقا اینو پاک کن و الانم نمیدونم چطوره. با هیچ کدوم از این پیش فرضام مطابقت نداشتش درسته. کافیه که من یه دونه فایرفاکس میرم یه دونه وب باز کنم. خب یکی از روش این که من چطور یه کاری رو توی چیز انجام بدم این سرچ کردم تو گوگل به راحتی removing value in excel cells با VBA خودش هم پیدا کرد. خب میام یکی can I clear cells contents without changing styles با VBA میخواد این کار انجام بده. یکی اومده این سوال رو پرسیده. یکی دیگه هم VBA for clear value in specific range این هم از طریق یک range این کار کرده. این هم باز میکنیم. خب میگه این پایین طرف اومده چی گفته؟ میگه range in.cells.clear but it's removing my background color as well. خب وقتی که clear میگه لغت این بسیارش clear درسته؟ پس من اینو میذارم clear و play میکنم. اوه یه چیزی من هی ارورم میگیرم شیت دومو یادم رفت اینجا بنویسم. خب clear رو میزنم میرم توی سلولم میبینی بک‌گراندش هم پاک کرد. یه چیزی من کنترل زد دیگه وقتی وی بی استفاده میکنم ندارم نمیتونم برگردم به حالت قبلیم دیگه. خب حالا من اینو بس اینکه بک‌گراندم برگرده از فرمت پینتر استفاده میکنم اینو میذارم. پس کلیر کلن همه چیزشو پاک میکنه. این هم نکته جالبی بود. خب بریم حالت های دیگرش هم ببینیم ببینیم پیش فرضای خودمون رو دوباره تمام کنیم چون من واقعا تعجب کردم ریموو و دلیت استفاده نکرد. اگه دلیت استفاده کنیم چطور؟ خب الان اجرا شد کل این سطر رو پاک کرد. میبینین این سلول و سطر رو نه اومد پاک کرد نام خانوادگی آورد بالا. خب الان مثلا توضیحات بعد یکی پایین باشه دیگه. یه دونه سلول آورده بالا در واقع چیکار کرده؟ من حالا اینزرت سلز میذارم شیفت دان کنم. آره دقیقا اینو پاک کرد اینو شیفت آب کرد وقتی که دلیت رو استفاده کردیم. خب اینم از دلیت.
حالا یه دونه هم ریموو استفاده کنیم. خب ریموو ریموو متوجه نمیشه. پس ریموو لغت یا کیبورد مناسب واسه این قسمت نیست که استفاده کنم. خب حالا ببینیم سلوشن این طرف چی بوده. این اومده یه سوالی پرسیده اینجا، گفته آقا من از کلیر استفاده بک‌گراندم پاک میکنم، نمیخوام بک‌گراندم پاک بشه، چی کار کنم؟ کلیر کانتنت، این کانتنت این کیبوردشه که من الان از اینم استفاده میکنم، کلیر کانتنت و حالا پلی میکنم. خب وقتی که پلی کنیم میایم اینجا میبینیم این رو پاک کرد. خب اینا پاک کردن اطلاعات از روی اکسل، نمیخواستم زیاد طولانی بشه، فقط یه مقدار با خود این کد ها آشنا بشین، این هم جدا واسهتون میذارم خب که استفاده کنین. فقط حواستون باشه من اینم الان کامنت میکنم. اینو کامنت نمی کنم، کدوم رو خواستم کامنت کنم؟ این یه نیو رو اضافه نکنم. خب اینو به صورت کامنت می کنم. خب اگه اینو ران کنین ارور میدیم، باید این کامنت رو وردارین. اوکی اینم که باز دوباره کامنت می کنم که واسه اینکه با اطلاعات خودتون. پس چطور توی یک تیبل دیتا بادی رنجش رو کلا پاک کنیم؟ یه چیزی خود اینو ناکنین، اینجا دیتا بادی رنج اسپسیفیک یک رو رو میتونیم پاک کنین، یک دونه ستون رو میتونیم پاک کنین و کلیر کانتنت یه رو رو داشته باشین توی تیبل. یعنی میذارم خودتون از همین طریقی که سرچ کردم شما هم سرچ کنین ببینید چطور میتونیم یک سطر رو توی تیبل پاک کنیم، فقط کانتنت هاشو پاک کنیم و یک ستون رو پاک کنیم. این هم سرچ کنین، جالبه که بدونین و داشته باشیم واسه تمرین. خب امیدوارم استفاده کرده باشیم و تا جلسه بعد خدا نگهدار.